درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه ششم ماه مارچ 2024 میلادی برابر است با 16 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. 5 روز بعد از برگزاری انتخاباتی بسیار کم رونق، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران تایید کرد که آگاهانه و صادقانه در انتخابات شرکت نکرده است. انتشار خبر خودداری او از شرکت در انتخابات با واکنش‌های مثبت و منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. برخی از این اقدام او تقدیر کردند و برخی هم نوشتند که اهدافی سیاسی از جمله احتمال تلاش برای انتقال رهبری اپوزیسیون به داخل کشور پشت این تصمیم قرار دارد. او خود روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه در جمع مشاورانش دلیل این اقدام خود را چنین توضیح داده است: این بار تصمیم گرفتم که اگر نمیتوانم کاری برای مردم بکنم، همراه و هم نوا با خیلی ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد، راه اصلاح امور است. خاتمی ادامه داد که به این امید رأی نداده است که اعتماد آسیب دیده مردم از حکومت و جریان‌های سیاسی از جمله اصلاح طلبی تا حدی ترمیم شود. در آستانه روز جهانی زن، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی کارزار گسترده و خشنی برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فلهی خودروها و تحقیر شهروندان به راه انداختند. عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی نوشت که این کارزار از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکانهای عمومی و ایست بازرسی‌های متعدد پلیس که زنان راننده را هدف گرفته انجام می‌شود. این بیانیه می‌افزاید که خودروهای 10,000 زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به طور خودسرانه مصادره شدند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شدند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی مواجه شدند. شهادت دهندگان به سازمان عفو بین‌الملل گفتند که پلیس اقدام به تعقیب و گریزهای ترسناک و ایست و توقیف ناگهانی خودروها می کند و تاکید کردند که ماموران هیچ توجهی به ایمنی آنها نداشته و در برخی موارد زنان در بزرگراه‌های شلوغ یا در شهرهای دور از محل زندگیشان سرگردان ماندند. زنها و مردها در این گزارش شهادت دادند که روند بازپسگیری خودروها از پلیس امنیت اخلاقی هم شامل صف‌های طولانی و رفتار تحقیرآمیز مسئولان از جمله توهین‌های جنسیتی و تذکرهای آزاردهنده در مورد ظاهر زنان و کودکان دختر بوده. دخترانی که بین آنها دختر بچه 9 ساله هم بوده است. زنان و کودکان دختر همچنین با دستورهای تحقیرآمیز برای پوشاندن موهایشان و تهدید به شلاق، حبس و ممنوع خروجی مواجه شدند. سازمان عدالت برای ایران در گزارشی درباره یگانهای مسئول در سرکوب مرگبار اعتراضات سال 1401 از شناسایی 20 واحد نظامی و 526 فرد مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت در اعتراضات زن زندگی آزادی خبر داد. این گزارش 250 صفحه‌ای که با عنوان اعلام جنگ به غیر نظامیان افشای یگانهای سرکوب و جنایت علیه بشریت روز چهارشنبه منتشر شد به زبان انگلیسی است و به گفته سازمان عدالت برای ایران بر اساس بررسی بیش از 35,000 قطعه ویدیو و تصویر مربوط به اعتراضات تهیه شده است. در گزارش یاد شده آمده که مسئولیت برخی از واحدهای نظامی در سرکوب اعتراضات از جمله گردانهای رزمی امام حسین در سپاه‌های استانی و نیروهای ویژه رزمی مانند لشکر 3 نیروی مخصوص حمزه سید شهدا، تیپ 15 نیروی مخصوص امام حسن و تیپ تکابر مهدی نخستین بار است که از نظر حقوق بین الملل بررسی و اثبات می شود. به گفته این سازمان همچنین 526 فرد که در جنایت علیه معترضان نقش داشتند شناسایی و به نهادهای بین المللی معرفی شدند.
رسانه های ایران گزارش دادند که یک دادگاه جمهوری اسلامی حکم به توقیف و تخلیه محموله نفتی آمریکایی یک کشتی داده که در خلیج فارس متوقف شده بود. بر اساس این گزارش، دادگاه حقوقی روابط بین الملل شعبه 55 تهران به دنبال شکایت وکیل بیماران پروانه‌ای دستور توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ادوانتج سویت در خلیج فارس صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد و متعاقباً دستورات لازم در جهت تخلیه محموله نفتی صادر خواهد شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارزش این محموله نفتی را بیش از 50 میلیون دلار اعلام کردند. علت شکایت بیماران پرمانه‌ای هم تحریم‌های کشورهای غربی و به طور ویژه آمریکا عنوان شده که به ادعای رسانه‌های جمهوری اسلامی منجر به جلوگیری از فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران پرمانه‌ای توسط یک شرکت سعودی شده و صدمات شدید جسمانی و روحی بر آنها وارد کرده است. ادعای تحریم دارویی توسط جمهوری اسلامی در حالی است که ایالات متحده بارها اعلام کرده که اقلام دارویی و غذایی در فهرست تحریم ها نیستند. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی از محکومیت 2 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت خبر داد. محمد دهخان روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه گفت که ایران در پرونده شکایت شرکت کرسنت بدون اینکه 1 دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. این مقام حکومتی همچنین تاکید کرده که این جریمه قطعی است و تشکیل پرونده کرسنت 2 با تعیین خسارات بیش از پرونده نخست جلوگیری شده است. بنا به این گزارش، قرارداد کرسنت که برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز میدان سلمان است، در سال 1381 بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به مدت 25 سال به امضا رسید و قرار بود که گاز ایران به امارات صادر شود. شیوه قیمت گذاری و ثابت بودن قیمت به مدت نزدیک به 20 سال از جمله انتقادها به قرارداد امضا شده توسط وزارت نفت محمد خاتمی بود که شایبه فساد را ایجاد کرد. در همین رابطه سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته است که گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند شامل عباس یزدان پناه یزدی و مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در این قرارداد سالانه 3.2 میلیون دلار پورسانت گرفتند و اصلا منافعشان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود. در نهایت مهدی هاشمی به جرم دریافت رشوه، اختلاس و ارتشاء و همچنین جرایم امنیتی در سال 94 به 10 سال زندان محکوم شد. عباس یزدان پناه یزدی، تاجر ایرانی در بریتانیا و دبی، هم در ویدیو کنفرانسی با دادگاه لاهه ارتشاء در قراردادهای نفتی را پذیرفته و اظهار کرده بود که در یک قلم 60 میلیون دلار رشوه گرفته است. وی در نهایت در سال 2013 در دبی ربوده شد و به قتل رسید. بینندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی،
شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. در حالی که گزارش های متعددی حاکی از نرسیدن امداد به شمار زیادی از روستاهای سیل زده در سیستان و بلوچستان است، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته است که امداد رسانی ادامه دارد و افزود این حرف ها که مردم سیل زده رها شده اند به دولت مردمی نمی چسبد. به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه 16 اسفند ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت با ذکر این مطلب اضافه کرد، با اینکه وزارت کشور درگیر مسئله انتخابات بود اما کار با بسیج همه دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و نیرو دنبال می‌شود. این سخنان او در حالی بیان می‌شود که با گذشت بیش از 8 روز از سیل بزرگ جنوب سیستان و بلوچستان، رسانه‌های داخلی امداد رسانی به این مناطق را ناکافی دانسته و جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا روز چهارشنبه در گزارش میدانی نوشت که امداد رسانی به مناطق سیل زده قطر شکانی و ناهماهنگ انجام می شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی گیلان 9 تن از اعضای کانون صنفی معلمان گیلان و از اعضای هیئت مدیره این تشکل را به 18 سال و 9 روز زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است. در گزارشی که کانال تلگرامی این شورا منتشر کرده، وکیل مدافع این فعالان صنفی معلمان حکم دادگاه انقلاب اسلامی رشت را برای هر یک از آنها 2 سال و 1 روز حبس تعزیری اعلام کرده است. آریانا ولی نژاد از قهرمانان جوان دوچرخه سواری زنان و عضو تیم ملی بعد از 1 هفته بستری شدن در بیمارستان روز چهارشنبه 16 اسفند ماه درگذشت. خانم ولی نژاد هفته گذشته به دلیل نشت گاز از بخاری و انفجار در محل زندگیش دچار 70% سوختگی شده و به علت شدت جراحات از شهر خرم‌آباد به بیمارستانی در اصفهان منتقل شده بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، وی روز چهارشنبه به دلیل عوارض ناشی از سوختگی جان سپرد. فدراسیون دوچرخه سواری ایران هم در گذشت خانم ولی نژاد بیرانوند، قهرمان جوان دوچرخه سواری را تایید کرد. وبسایت امتداد روز چهارشنبه از تایید پزشک متخصص مبنی بر ضرورت تخلیه چشم امیر شاه ولایتی زندانی سیاسی در صورت تداوم حبس او خبر داد. امتداد نوشته است که بر اساس مدارک پزشکی اگر امیر شاه ولایتی برای امکان ادامه درمان آزاد نشود، با وقوع چسبندگی در حدقه چشم به علت وجود ساچمه غیر قابل خروج در نهایت چشم چپ او باید تخلیه شود. این وبسایت به نقل از پیام درفشان وکیل دادگستری نوشت که بعد از ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه و با اتمام مهلت قرار بازداشت 1 ماهه، گواهی پزشک به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تحویل داده شد. آقای درفشان گفته است که درد در چشم امیر شاه ولایتی بیشتر شده و دارای عواقب جدی است. بنا به گزارش ها، شاه ولایتی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد سال 1401 است. ایالات متحده آمریکا از ایران خواست همه اورانیوم غنی شده 60% خود را که نزدیک به آستانه خلوص 90% تسلیحاتی است رقیق کند. در بیانیه نمایندگی آمریکا در سازمان بین المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه همزمان با نشست فصلی شورای حکام این سازمان صادر شده،
آمده که ایران باید غلظت همه ذخیره اورانیوم 60% خود و نه فقط مقداری از آن را پایین بیاورد و تولید غنی‌سازی 60% اورانیوم را کاملا متوقف کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارش محرمانه‌ای اعلام کرد که ایران تا سه ماه گذشته ذخیره اورانیوم 60% خود را کاهش داده و میزان اورانیوم با خلوص 60% این کشور در قیاس با ماه نوامبر 5% کاهش یافته است. در این گزارش فصلی به کشورهای عضو که خبرگزاری رویترز محتوای آن را منتشر کرد همچنین آمده بود که ایران 31.8 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% را برای تولید 97.9 کیلوگرم اورانیوم 20% رقیق کرده است. با این حال در همین گزارش یادآوری شده بود که جمهوری اسلامی اگر به غنی سازی ادامه بدهد بر اساس تعریف تئوریک آژانس به اندازه 2 سلاح هسته‌ای اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. در بخش دیگری از بیانیه روز چهارشنبه آمریکا از میزان ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در ایران ابراز نگرانی جدی شده است. در یکی از مهمترین تحولات جنگ اوکراین در روزهای اخیر، ارتش اوکراین یک کشتی گشت‌زنی روسیه را در سواحل منطقه کرمه هدف قرار داد. در عرصه دیپلماتیک امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با تاکید مجدد بر گزینه اعزام نیروی نظامی به اوکراین خبرساز شد. پهپادهای اوکراین روز سه‌شنبه با حمله به کشتی روسیه سرگی کوتوف موجب غرق شدن آن شدند. این حمله در نزدیکی تنگه‌ای که محل اتصال دریای آزوف و دریای سیاه است به وقوع پیوست. سازمان اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد که حمله به این کشتی 7 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه سه‌شنبه در پیامی ویدیویی از اشاره مستقیم به این رویداد خودداری کرد، اما گفت که کشورش ثابت کرده که از چه توانایی‌هایی برخوردار است. به افزود هیچ پناهگاه امنی برای تروریست‌های روسی در دریای سیاه وجود ندارد و وجود نخواهد داشت. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دریافت گزارشی مبنی بر توقیف کوتاه مدت یک کشتی تجاری در خلیج عدن خبر داد. این آژانس بامداد چهارشنبه 16 اسفند ماه اعلام کرد که افرادی که خود را نیروی دریایی یمن معرفی می کردند به مدت تقریبی 30 دقیقه با ارسال پیام به یک کشتی تجاری دستور دادند که مسیر خود را تغییر بدهد. بنا به این گزارش این کشتی در حال عبور از آبهای 93 کیلومتری جنوب غربی عدن بود. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. جو بایدن و دونالد ترامپ، رؤسای جمهوری فعلی و سابق ایالات متحده، در پی انتخابات مقدماتی احزاب دموکرات و جمهوری خواه در روز سه‌شنبه به انتخابات ریاست جمهوری 2024 میلادی نزدیک‌تر شدند. به گزارش صدای آمریکا، آقایان بایدن و ترامپ هر کدام تقریباً در تمام رقابت‌های نامزدهای این دو حزب در شماری از ایالت‌های آمریکا پیروز شدند. بر اساس گزارش‌ها، جو بایدن در 15 ایالتی که انتخابات مقدماتی حزب دموکرات را برگزار کردند، از جمله در ویرجینیا، تگزاس، مینسوتا و کلرادو پیروز شد. دونالد ترامپ هم تاکنون در 13 ایالت پیروز شده است. در این حال بایدن که با رقیب قدرتمندی در حزب دموکرات مواجه نیست، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر سال جاری میلادی روز 15 آبان ماه هشدار داد که دور دیگر ریاست جمهوری ترامپ به معنای آشوب، تفرقه و تاریکی خواهد بود. او در بیانیه‌ای گفت امروز میلیون ها رای دهنده در سراسر کشور صدای خود را به گوش همگان رساندند و نشان دادند که آماده مقابله با طرح افراطی دونالد ترامپ برای به عقب راندن ما هستند. در مقابل دونالد ترامپ که در جمع حامیان خود در ایالت فلوریدا سخن می گفت، با اعلام اینکه ایالات متحده طی 3 سال گذشته ضربه بزرگی متحمل شده، به سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی جو بایدن اشاره کرد. او که در رقابت‌های انتخاباتی برای تکرار دوره ریاست جمهوری خود در سال 2020 میلادی از بایدن شکست خورد، از انتخابات نوامبر به عنوان مهمترین روز در تاریخ کشورمان یاد کرد. ترامپ روز سه‌شنبه در انتخابات حزب جمهوری‌خواه در ایالات کالیفرنیا، کلرادو، مین، مینسوتا، کارولینای شمالی و تگزاس پیروز شد. نامزدهای نهایی احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه
قرار است که در کنوانسیون های تیر ماه سال آینده رسما اعلام شوند. بینندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. استرالیا و کشورهای جنوب شرقی آسیا روز چهارشنبه به اجلاس سه روزه خود پایان دادند و خواستار خیشتنداری در دریای چین جنوبی و آتشبس پایدار در نوار غزه شدند. استرالیا میزبان نشستی با اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسان در ملبورن به مناسبت 50مین سالگرد پیوندهای خود با این اتحادیه بود. این نشست در شرایطی برگزار شد که اختلافات بین 10 کشور عضو بر سر برنامه‌های چین برای گسترش حضور دیپلماتیک و نظامی خود در منطقه همچنان به قوت خود باقی است. استرالیا و آسان در بیانیه مشترکی خواستار ایجاد نظمی مبتنی بر قوانین در اقیانوس آرام هند شدند، زیرا به گفته آنها پکن به دنبال افزایش حضور خود در دریای چین جنوبی است. یولیا نابالنایا، همسر مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین که اخیراً در زندان درگذشت، از همه مخالفان حکومت روسیه خواست در روز انتخابات این کشور دست به اعتراض بزنند. در پی مرگ الکسی نابالنی از رهبران سرشناس اپوزیسیون روسیه، یولیا اعلام کرد که کار همسرش در راه افشای فساد حکومتی و تلاش برای گسترش آزادی‌های دموکراتیک در روسیه را ادامه خواهد داد. خانم نابالنایا پیشتر با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری روسیه در روز 17 مارس سال جاری از غرب خواسته بود که نتایج این انتخابات را به رسمیت نشناسد. بسیاری از کارکنان بخش زمینی خطوط هوایی لوفتانزا در آلمان قرار است که در روزهای پایانی هفته جاری میلادی اعتصاب کنند. علاوه بر این، کارکنان امنیتی در فرودگاه‌های فرانکفورت و هامبورگ هم از یک اعتصاب به مدت بیش از 50 ساعت در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر دادند. به گفته تاکشا، وبسایت کانال 1 تلویزیون آلمان،
اتحادیه متعلق به رانندگان و کارگران حوزه حمل و نقل آلمان روز دوشنبه از کارکنان بخش زمینی لوفتانزا خواست تا در روزهای پنجشنبه و جمعه دست به اعتصاب هشدار بزنند. به گفته لوفتانزا بیش از 200,000 مسافر تحت تاثیر این اعتصاب قرار خواهند گرفت. پیش بینی می شود که در این دوره تازه از اعتصاب هم حدود 1,000 پرواز در روز با خطر لغو روبرو شود، اتفاقی که در دو موج قبلی اعتصابات در آلمان اتفاق افتاد. بینندگان عشمان، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می کنم.